همگی، شب و روزتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدید. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که با مصرف زردگی تخم مرغ چه اتفاقهایی در بدنمون صورت میگیره و اینکه آیا زرده تخم مرغ برای بدن مضر است یا مفید. در طول این سالها مقدار حمله ای که به تخم مرغ شده در مورد کمتر ماده غذایی به چشم می‌خورد. تنها با این تصور که زرده تخم مرغ باعث افزایش سطح کلسترول خون می‌شود و ریسک بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد. ولی حالا تعدادی از متخصصان تغذیه به این توافق رسیدند که مصرف زرده تخم مرغ تأثیری بر این مسئله ندارد، در حالی که 2/3 از کلسترول موجود در خون توسط کبد ساخته می‌شود، تعجبی ندارد که اخیراً مطالعات متعدد هیچ ارتباطی را بین خوردن تخم مرغ کامل و شیوع سکته یا بیماری‌های قلبی در افراد سالم کشف نکردند. در واقع مطالعه‌ای در دانشگاه کانتیکوت نشان داد افرادی که به مدت 30 روز روزانه مقدار 640 میلی گرم کلسترول با مصرف زرده تخم مرغ دریافت می‌کردند، هیچ افزایشی را در سطح LDL یا کلسترول نوع بد که با بیماری قلبی در ارتباط است را مشاهده نکردند. همچنین مطالعه‌ای در تایلند نشان داد وقتی افراد برای مدت 12 هفته روزانه یک عدد زرده تخم مرغ مصرف کردند، سطح کلسترول مفیدشان یعنی HDL افزایش یافت که می‌تواند به دلیل لسیتین موجود در زرده تخم مرغ باشد. مرکز زرده تخم مرغ محل تجمع مواد مغذی است، از جمله کولین که تقویت کننده عمل کرده مغز است. چربی های اومگا و ویتامین دی همینطور لوتئین و زیگناتین، دو اکسیدان قوی که از بینایی پشتیبانی می کنند. افرادی که زرده تخم مرغ می‌خورند در حالی که تحت برنامه تمرین با وزنه قرار داشتند، سایز عضلانی و قدرت بالاتری را کسب کردند در مقایسه با کسانی که زرده تخم مرغ نمی‌خورند. بنابراین به ازای هر 2 عدد سفیده تخم مرغ می‌توانید 1 عدد زرده تخم مرغ مصرف کنید و حتی اگر در رژیم سختی هستید هم روزانه 1 عدد زرده میل کنید. اشتباه نخست، در هفته بیش از 3 تخم مرغ نخورید. قبل از اینکه درباره زرده تخم مرغ صحبت کنیم، بگذارید کمی راجع به تخم مرغ کامل حرف بزنیم. بسیاری از مردم اصلا نمی‌دانند منشأ این نقل قول که در هفته بیش از 3 تخم مرغ نخورید کجاست. این دستورالعمل نخستین بار در دهه 70 میلادی پس از آنکه انجمن قلب آمریکا اعلام کرد میزان کلسترول خون انسان باید به کمتر از 300 میلی گرم در روز محدود شود، صادر شد. به دنبال اعلام این خبر، انجمن قلب آمریکا توصیه کرد میزان مصرف تخم مرغ باید به 3 عدد در هفته محدود شود تا کلسترول خون از میزان اعلام شده فراتر نرود. از آنجا که 1 تخم مرغ درشت 211 میلی گرم کلسترول دارد، لذا اعمال این محدودیت منطقی به نظر می رسد. اما جالب اینجاست که انجمن قلب آمریکا مدتی بعد دستورالعمل قبلی خود را به روز رسانی کرد و این قضیه را روشن کرد که خوردن تخم مرغ، آن هم به صورت کامل، به عنوان یکی از بخش‌های مهم وعده‌های غذایی روزانه محسوب می شود. اشتباه دوم، تمام پروتئین تخم مرغ تنها در سفیده آن وجود دارد. اگرچه سفیده تخم مرغ محتوای میزان بالایی پروتئین است، اما زرده آن نیز نباید نادیده بگیرید. 1 تخم مرغ بزرگ 3.6 گرم پروتئین در سفیده و 2.7 گرم پروتئین در زرده خود دارد. این بدین معناست که 60% پروتئین موجود در تخم مرغ در سفیده آن و 40% دیگر در زرده آن است. پس دفعه بعدی که خواستید زرده تخم مرغ را دور بیاندازید، بیشتر فکر کنید. اشتباه سوم، دور انداختن زرده تخم مرغ گزینه سالم تر است. زرده تخم مرغ علاوه بر داشتن میزان بالای پروتئین، محتوی چربی‌های غیر اشباع و بسیار مفید برای سلامت قلب شامل چربی اومگا 3 است. بسیاری از مردم از چربی کلسترول موجود در تخم مرغ به ویژه در زرده آن وحشت دارند، اما فراموش می‌کنند که سایر غذاها نظیر گوشت قرمز،
ماهیان و لبنیات نیز به همین اندازه یا حتی بیشتر چربی و کلسترول دارند. علاوه بر این، نتایج مطالعات مختلف نشان می‌دهد که چربی‌های اشباع شده کلسترول خون را بیشتر از کلسترول موجود در غذاها افزایش می‌دهند. بنابراین زرده تخم مرغ با داشتن 1.6 گرم چربی اشباع که این میزان 8% کل میزان مجاز مصرف روزانه برای بدن است، قابلیت تبدیل شدن به یک رژیم غذایی سالم را دارد. زرده تخم مرغ علاوه بر این سرشار از بسیاری از مواد مفید و مغذی نظیر ریبوفلاوین، ویتامین دی و ویتامین B12 است. زرده تخم مرغ همچنین مواد مغذی نظیر کلین و سلنیوم را در دل خود جای داده است. مطالعات جدید نشان می‌دهد که کلین در رشد مغزی جنین نقش حیاتی ایفا می‌کند. لذا غذاهای سرشار از کلین نظیر تخم مرغ برای زنان باردار بهترین رژیم غذایی محسوب می‌شود. آنتی اکسیدان سلنیوم نیز یک ماده حیاتی است که در بهبود سیستم ایمنی و تنظیم هورمون ها نقش دارد. نتایج مطالعات نشان می‌دهد سلنیوم همچنین از بدن در مقابل برخی سرطان‌ها محافظت می‌کند. البته نباید از کنار آنتی اکسیدان‌های فوتوشیمیایی نظیر زئاکسینتین و لوتئین به سادگی گذشت. هر دوی این آنتی اکسیدان ها به خانواده کاروتنوئید ها تعلق داشته و نقش حیاتی و موثری در سلامت چشم دارند و مطالعات مختلف نشان می دهد این آنتی اکسیدان های فوتوشیمیایی خطر ابتلا به تحلیل نقطه ماکولار چشم را کاهش می دهد. این عارضه که سبب از بین رفتن بینایی می شود در سنین بالا رخ می دهد. علاوه بر این شواهد مختلف نشان می دهد لوتئین برای سلامت پوست و قلب نیز مفید. و اما تکلیف دوستداران تخم مرغ چیست؟ از آنجا که یک تخم مرغ کامل با داشتن حجم بالایی از مواد مغذی بسیار مهم و حیاتی است و تنها 70 کالری انرژی دارد، باید تخم مرغ را به صورت کامل خورد. نکته جالب تر این که انجمن قلب آمریکا تخم مرغ را در فهرست غذاهای سالم زیر $1 قرار داده و این مسئله نیز تخم مرغ را یک انتخاب بسیار ارزان کرده است. اگر می‌خواهید نیمرو، املت یا کوکو طبخ کنید، زرده و فیدا را مخلوط کنید تا مواد مغذی حیاتی آن را حفظ کنید و ضمن اینکه چربی و کلسترول را در رژیم غذایی خود کاهش می دهید، این شیوه به شما کمک می کند که دستورالعمل روزی یک تخم مرغ را نیز رعایت کنید. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اونو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.